میتونید همه برنامه های ما رو در هر زمان که مایل باشید روی کانال یوتیوب تماشا کنید. میهن تیوی وان. عرض ادب و احترام دارم به همه هموطنان عزیزم، به خصوص بینندگان گرامی که برنامه رو دنبال میکنن. جناب بهبهانی امروز گویا گرفتار هستن و فرمودن که من به تنهایی در خدمت شما باشم. بله، حتما این وظیفه رو انجام میدم. در بحث پیش، در جلسه پیش، یک صحبتی مطرح شد راجع به نقش کسانی که خودشون رو روشن فکر میدونن، intellectuality, intellectuals و مفاهیم از این قبیل. جناب بهبهانی فرمودن که من این هفته هم در خدمت شما باشم و بندم گفتم با کمال میل، اما سرعت حوادث و رخدادها آنچنان شتابان هست که گاهی اوقات مانع از این میشه که اون صحبتی رو که قرار بوده است ادامه بدیم باز روی اون کار بکنیم. به ناچار ناگزیر هستیم روی موضوعات دیگری متمرکز بشیم. به همین خاطر من در این هفته قصد دارم در خصوص واقعه شرم‌آور آتش زدن پرچم کانادا در این کشور صحبتی با شما عزیزان داشته باشم. البته این ساعت چند دوست محترم دیگر هم من عذرخواهی بکنم به خاطر اینکه مطالبی رو فرموده بودن و من متاسفانه به خاطر حجم کار هنوز فرصت نکردم که روی اونها یک مقدار بیشتر تمرکز داشته باشم، ولی حتما در اولین فرصت این کار رو انجام میدم. اجازه بفرمایید تا بدون مقدمه وارد بحث بشم. شاید دوستان گرامی در جریان باشن که در هفته پیش یک تعدادی از هواداران حماس و حزب الله لبنان که یک عنوانی دارن به نام سامدون، یا سامدون باید باشه اسمش، چون انگلیس نوشته میشه SAMIDOUN، سامدون. اسمش هست شبکه جهانی همبستگی با زندانیان فلسطینی. اینها در چند شهر در در کانادا شامل اتاوا و البته مرکزشون در ونکوور، تورنتو، اتاوا، کلگری تا اونجا که من میدونم، در 3-4 شهر بزرگ سوئد، استکهلم، مالمو و جای دیگر هم اینها شاخه‌هایی دارن و فعالیت‌های گسترده‌ای دارن. اگر دوستان علاقمند باشن اسم سامدون رو تایپ بکنن در تلفنشون، کامپیوتر، هر کجایی که تمایل دارن و یک نگاهی بیاندازن به کار این شبکه، وقتی که شما این کار انجام میدید در آغاز متوجه میشید که معمولا اون لوگوهایی که بر خودشون تعریف کردن با رنگ قرمز یا طراحی کردن مشابهت های عجیب با لوگوهای کمونیستی داره. البته خب این چیزیست که به وضوح عیان هست، اما من صرف نظر از این مورد بیشتر مواضع سامدون نظرم رو جلب کرد و این رو میخوام با شما عزیزان به اشتراک بگذارم که گوش به زنگ باشیم و بدانیم که چگونه دشمنان ایران دارن تلاش میکنن که ایران ما رو بیشتر از اینها بهش آسیب وارد بکنن. و همچنین از هموطنان عزیزم درخواست بکنم که با عنایت به عرایض بنده، نه فقط عرایض بنده، میتونن برن وبسایت رو ببینن و مواضع اونها رو مطالعه کنن و ببینن که واقعا چه کارمستی در قبال این گروه ها انجام داد. البته بنده قطعا اینجا میدانم که یکی دو نفر هستن که ما به هر زبانی که ازشون تقاضا میکنیم، خواهش میکنیم، میگیم به خاطر ایران بیایید دست از این تعصبات دوگم بردارید و با دقت به موضوعات دقت بکنید، باز هم اینها متاسفانه به دلیل حالا وابستگی هایی که با حکومت اسلامی دارن همواره میان بنای فحاشی رو میگذارن و از واژه های بسیار سخیفی که در شأن خودشون هستش به کار میبرن. بگذاریم. ببینید دوستان گرامی، در هفته پیش سامدون در ونکوور کانادا در مقابل اون گالری هنر ببخشید یک تظاهرات اونجا برگزار کرد به مناسبت به قول خودشون 7 اکتبر. شما اگر که این رو تایپ بکنید چندین ویدیو میتونید ببینید که
در اون ویدیوها کاملا مشخص است کسانی که چهره خودش رو کاملا پوشاندن که شناخته نشن. اینها پرچمهایی از دو پرچم حداقل از کانادا رو در دست دارن، به اون توهین میکنن، سعی میکنن اون رو پاره بکنن و آتش بزنن. و سخنران اصلی اون مراسم 10-15 نفره یا شاید کمتر هم با صراحت میگوید که ما حزب الله هستیم، ما حماس هستیم. در واقع میگوید که هر کاری که حماس در 7 اکتبر انجام داد درست بوده است، صحیح بوده است، هم به لحاظ قانونی، هم به لحاظ اخلاقی، هم به لحاظ شرعی به قول خودشون بر اساس مبانی اسلام. و از همه بدتر اون سخنران در اون جمع 10-15 نفره میگفتش که مرگ بر کانادا، مرگ بر امریکا، مرگ بر اسرائیل. من اون زاویه دید کانادا رو میخوام بهش توجه داشته باشم، کشوری که با مهمان نوازی کامل به اینها پناه داده، اینها رو به عنوان پناهجو به این کشور آورده، پذیرفته، هزینه های اینها رو داده، اونها رو در هتل های اسکان داده، از اونها حمایت به عمل آورده تا در این کشور بتونن زندگی بکنه و زندگی آرامی داشته باشن. ولی اینها دست به این شیوه های نادرست غیر انسانی میزنن و پاسخ مهمان نوازی و محبت رو با خشم و با مرگ بر کانادا و کانادایی ها نشان میدهند. رهبر گروه یک خانم کانادایی هست شوربختانه به نام شارلوت کیتس. شارلوت کیتس، KATES. اگر شما اسم ایشون رو گوگل بکنید، سرچ بکنید، ایشون رو میبینید. موهای کوتاهی داره، ایشون در سراسر دنیا پیوسته سفر میکنه. فرضاً مدتی پیش در اسپانیا بود، در این مصاحبه وقتی که باش صحبت کردن گفت بله، ما حزب الله هستیم، ما حماس هستیم. هر آنچه که حماس انجام داد درست بوده است و باز مرگ بر این، مرگ بر اون. من موضوع رو که دیدم خیلی خشمگین و در این حال غمگین شدم و سعی کردم ببینم که عکس العمل مقامات کانادایی نسبت به اون چی هستش. دیدم که اصلی ترین واکنش در درون پارلمان برانگیخته شده به جهت عزیزانی که در کانادا نیستن یا کانادایی نیستن یا هستن ولی اطلاع از این موضوعات ندارن. باید عرض بکنم که روشنترین و قاطعترین موضع رو رهبر حزب محافظه‌کار اتخاذ کرد که با جدیت مخالف دولت تسامحگر کانادا هستش. و خانم ملیسا لندزمن، یکی از چهره های در واقع فعال حزب محافظه‌کار، در یک سخنرانی که در پارلمان داشت به شدت سیاست های تسامحگر چی بشم اپیزمنت رو فارسی لحظه یادم رفت، تسامحگر به حال کانادا رو مورد پرسش قرار داد و به دولت گفتش که اینها رو ما پیش و پناه دادیم، به این کشور رو بردیم و اینها در انظار عمومی این تظاهرات رو انجام میدن، واژه سخیف به کار میبرن، به پرچم ملی کشور توهین میکنن و رو آتش میزنن. و آیا وقتها نرسیده است که دولت تو اقدامی انجام بدهی؟ میبایست حتما من برای عزیزان خاطر نشان سازم که در کانادا دو گروه حماس و حزب الله به عنوان گروه های تروریستی اعلام شدند و به رسمیت شناخته شدند. بنابراین خانم ملیسا و کسانی که اونگونه فکر میکنند که بنده هم این گونه فکر میکنم، اگر کسانی در صحنه عمومی جامعه رسما اعلام بکنند که اونها عضو حزب الله هستند یا معادل با حزب الله لبنان و یا حماس هستند، بی تردید این هم گروه های تروریستی باید تلقی بشوند. من خاطرم هست وقتی که خانم ملیسا در پارلمان صحبت را مطرح میکرد، خانم دیگری به نام جنیفر فکر میکنم آکنر، فراموش کردم فاملش رو، اینو نوشتم در یک مقاله، ایشان به عنوان دبیر یا نماینده وزارت امنیت عمومی کانادا در پاسخ گفتش که ما با درخواست و سیاست های حزب محافظه‌کار مخالف هستیم، این گروه ها رو نمیتونیم به نوع تروریستی به رسمیت بشناسیم یا اعلام بکنیم
و دولت کانادا ترجیح میده که از فکر کنم واژه پلی پالیتیکس استفاده کرده بود. دولت کانادا ترجیح میده تا با نوعی بازی های سیاسی برابر ملاحظات امنیتی که دارد با این گروه ها رفتار بکنه. خب این مواضع مشخص بود. من چندین ویدیو دیدم از سوی افراد دیگر کانادایی که اینها به شکل های مختلف ناراحتی خودشون رو بیان کرده بودن. اغلب مردم میگن که چرا میبایستی به این افراد اجازه داده بشه و تا بیان و این اقدامات رو انجام بدن. نکته خیلی مهمی که مستی حتما برای عزیزان اینجا توضیح بدهم که به ایران ما هم مربوط میشد این هستش که بر اساس قوانین کانادایی، البته امریکا هم همینطور هست، در پنال کود، در قوانین کیفری، هیچ قطعه قانونی صریحی که بگوید کسانی که پرچم ملی کشوری را بهش توهین میکنن، روش توف میاندازن، لگدمال میکنن، آتش میزنن، اونها باید چه کار کرد. به همین خاطر اغلب تا اونجا که من جستجو کردم وکلای امور جزایی یا کیفری در کانادا معتقد هستند که سوزاندن پرچم یک امر شنیع هست، توهین به پرچم ملی یک کار زشت هست و شرم‌آور هست، اما از نقطه نظر قانونی هیچ مبنای حقوقی وجود ندارد که بشود این افراد رو مورد پیگرد قانونی قرار داد. من بس حتما اضافه بکنم اینجا برای شما عزیزان که مواضع کشورها متفاوت هستش. فرزند شما ممکنه ببینید که اتریش، آلمان، فرانسه، کرواسی، دانمارک به عنوان مثال، ترکیه، برزیل، هند، چین، این کشورها آمدن قوانین جزایی وضع کردن که به موجب آن کسانی که به پرچم ملی آن کشور توهین بکنن و جسارت بکنن مشمول مجازات های خواهند بود به اشکال مختلف. فرزن در ترکیه به عنوان مثال گویا بین 1 تا 5 سال فرزن اینها مجازات زندان رو مسی تحمل بکنن، اما در پاره دیگر از کشورها مثل کانادا یا ایالات متحده آمریکا قوانین این چنینی وجود ندارد. به همین خاطر کسانی این عمل شنیع رو انجام میدهند و به راحتی هم میتونن از زیر بار مسئولیتش بگریزن. حتما من به سیادواری باز بکنم نکته دیگر رو، و این هستش که از اونجایی که قانون اساسی کانادا رسما اعلام میدارد که حق آزادی بیان میبایستی توسط کل جامعه به رسمیت شناخته بشه و همه مردم از نقطه نظر بیان آزاد اعتقاداتی که دارن میبایستی مورد حمایت دولت باشن، اغلب دولت این موضع رو اتخاذ میکنه که این گونه رخدادها، این گونه فرضاً تجمعات و این گونه شعارها معادل هستش با آزادی بیان. به همین خاطر هم هستش که قطعه قانونی کیفری در مقابل با آن وجود ندارد. خیلی عجیب هست، حالا به قول معروف آیرونی، که حتی در ایران هم هیچ قانونی که سوزاندن پرچم یا توهین به پرچم را بخواد مجازات کند وجود نداره. در ایران هم شرایط به همین گونه است، منتها اونهایی که بر ایران حاکم هستن امروزه با زیرکی اعلام میکنن. من حداقل تحقیق کردم، در چندی مورد دیدم که میگویند چون پرچم کنونی رو دارم عرض میکنم، نه پرچم ملی شیر و خورشید، چون پرچم کنونی روش اون کلمه الله نوشته شده، اونهای پرچم توهین بکنن، طبیعتا اینها توهین کردن به خداوند، به مقدسات، و حتی در مواردی میگن که زیر عنوان سب و نبی اینها هم بستی کشته بشن یا به مجازات های سنگینی فرزند میبستی در مورد اونها به کار برده بشه. این رو از این نظر دارم عرض میکنم که میبینیم کسانی که به پرچم ها توهین میکنن به اشکال مختلف، می‌بینیم که راه‌هایی وجود دارد به خصوص در کشورهای آزاد و دموکراتیک که برخی از افراد میتونه از زیر بار مسئولیت که دارن فرار بکنن. خب این کل واقعی بود که من به شما توضیح میدادم. در کانادا اینها اومدن با بیشرمی کامل
در فضای عمومی با بلندگو اعلام کنه که ما حزب الله هستیم، ما حماس هستیم، مرگ بر کانادا. خب طبیعی است که افکار عمومی جریحه دار بشه، مردم ناراحت بشن، کامنت های زیادی نوشته شده. خود من کاری که انجام دادم، بلافاصله بعد از مشاهده این ویدیو یک پیامی رو به دفتر نخست وزیر کانادا فرستادم. پیام نسبتا کوتاه، شاید 2 تا پاراگراف بود، و به ایشان، به دفتر ایشان، ایشون که دسترسی ندارم، من به دفتر ایشان یادآوری کردم که هرچند که پایه و اساس قانونی برای برخورد با اینها وجود نداره، اما از اونجایی که پرچم نماد وحدت ملی و هویت ملی کانادا هست، بنده کانادایی ایرانی مراتب خشم خودم رو بیان میکنم و این رو وظیفه دولت میدونم که با این افراد به شکل برخورد بکنه. وظیفه پلیس این نیستش که بیاد از اونها عکس بگیره و خداحافظ بره بیرون، چرا که من دیدم پلیس بریتیش کلمبیا گفته بود که ما تحقیقات رو آغاز کردیم، ولی که تحقیقات به کجا به انجامد رو من نمیدانم. یا حتی قرار بود است که خانم شارلوت کیتس رهبر این گروه رو گویا دستگیر بکنم، مورد بازجویی قرار دادن، ولی جزئیات بیشتر از اون در دسترس نیست. به نظر میرسد که سیاست مماشات در درون کانادا متاسفانه وجود دارد. من اینها رو به آقای به دفتر نخست وزیر نوشتم، این رو به جهت اطلاع هموطنان عزیزم عرض میکنم که اونها هم حالا اگر احیانا نمیدانند آگاه بشن که چه راههایی وجود دارد برای برخورد به این مسائل. ایمیلی نوشتم برای خانم ملیسا لنتمن و گفتم که به طور حتم من از مواضع شما دفاع میکنم، من در کنار شما میستم. من هم معتقد هستم که کسانی که با بیشرمی کامل میگن که ما حماس هستیم و تمام این عملیات تروریستی رو میان در واقع توجیه میکنن، اونها رو قانونی میدونم، من در کنار شما هستم در محکوم ساختن اینها، و الان منتظر هستم که ایشون یک وقته ملاقات تعیین کنند که من برم دفترشون و بحث گستری با ایشون داشته باشم. یک ایمیل هم فرستادم برای یک نماینده حزب لیبرال که ایشون از مدافعان پرشور فلسطینی ها هست. ایشان چندین سخنرانی در پارلمان داشت، یکیش رو من دیدم، برای من چند بار ایمیل فرستاد. من بهشون گفتم که مواضع شما اشتباه کامل هست، بحثی نیستش که از فلسطین ها دفاع بشود یا نشود. بله، من هم خیلی مایل هستم از مردم بیگناه دفاع بکنم، اما مواضع حماس و گروه های توریستی به هیچ انقام توجیه نیست و اینها نمیتواند با قوانین حقوق بین الملل سازگاری داشته باشد. و بهشون گفتم به شما نمیدانید و از زاویه دید نادرستی موضع گیری میکنیم. این کارم انجام دادم. بله، اما اون بحث اصلی که در امروز میخوام با شما داشته باشم، خیلی کوتاه و دفع زحمت بکنم، این استش که من یک مقاله نوشتم به زبان فارسی و بعد به زبان انگلیسی. انگلیسی اون رو فرستادم برای گلوب اند میل که یکی از اصلی ترین نشریات کانادایی هست، امیدوار هستم که اون رو چاپ بکنن. من نمیدارم این کار انجام میدهن یا نه، اگر چاپ بکنن حرکت سودمند و مفیدی خواهد بود. مقاله فارسی هم در اختیار کیهان لندن و جناب بهبهانی قرار گرفت و هر دو عزیزان اومدن اون رو منتشر کردن. اگر که شما تمایل داشته باشید میتونید به اون نوشتار مراجعه بفرمایید و اصطلاحات بنده رو در اونجا مطالعه بفرمایید، و من خیلی مشتاق خواهم بود که کامنت های شما رو اگر در جایی خطا کردم به من یادآوری کنید. خیلی خوشحال میشم، به خاطر اینکه واقعا در این شرایط حساس ایرانیانی که به درستی مهری برای میهن دلبند خودشان دارن، میبایست و بنیاد همکاری و معاذدت و مشارکت داشته باشن. به همین خاطر بنده با قلب پاک و خلوص نیت میگویم که من مشتاق هستم که خطاهای من اگر جایی هستش دوستان گرامی یادآوری بکنم. اجازه فرمایید تا نوع استدلالاتی که در اون مطلب بنده به کار بردم رو به سمع نظر شما عزیزان برسونم. همچنین تصور یا فکرم برای نستش که شاید تا هفته دیگر اگر که این مطلب توسط گلوب اند میل چاپ نشد، من اون رو رسما برای
دفتر دادستان کل کانادا بفرستم و ازشون درخواست بکنم و یادآوری کنم که این وظیفه دادستان دادگاه هستش که دستور تحقیقات مستقل و جدی رو برای مقابله با این گروه ها حتما بدهد. باز عرض می کنم علت طرح این موضوع در رسانه محترمی می هم برای شما از این هستش که عرض بکنم تلاش هایی که ما ایرانیان برای میهنمون یا حتی برای کشوری که الان تابعون هستیم انجام می دهیم بایستی تلاش رو کنیم در مسیرهایی قرار بگیره که به نوعی به نتایج مثبت و روشنی برسه، وگرنه خب شاید من هم اگر که تلفن رو در دستم بگیرم و بخوام توییت بکنم به فارسی، فکر نمی کنم چیزی که اسمش رو می زنم طوفان تویتری یا امثال هم خیلی اینها کاربرد موثری داشته باشه. به حال من عرضم رو به این شکل در اون نامه که نوشتم خدمت شما توضیح میدم. 5 استدلال رو دوستان من به کار بردم، مخصوصا از زبان کانادایی ایرانی یا ایرانی کانادایی ممکن استش که به این موضوع علاقمند باشن عنایت بفرمان. یک قانونی در سال 2012 در 28 جون سال 2012 تصویب شد در کانادا به نام قانون پرچم ملی، National Flag Act. قانون خیلی کوتاه، همش یک صفحه است. اگر شما رو مطالبه فرمایید اون قانون 5 جمله درش به کار رفته، فقط 5 جمله در مقدمه و بعد از مقدمه 2 جمله یا 3 جمله دیگه هستش که میگوید راهکارهای اجرایی چی هستش. اگر شما به این نشنال فکر کنم کانادا نشنال فلگ اکت شما مراجعه بفرمایید و 5 پاراگراف رو بخونید با 5 نوع استدلال آشنا می شوید. در این استدلال ها بعد خطاب به دولت کانادا این توضیح را دادم، گفتم که دولت کانادا درست استش که پنال کود وجود ندارد، یعنی قانون کیفری وجود ندارد که بشه با این افراد برخورد کرد و به ظاهر اینها کاری که انجام می دهند قانونی است، ظاهر قضیه اینطوری هست. یک واژه هست، یک اصطلاحی هستش در حقوق کیفری بین المللی به نام نولوم کریمن ساینلیجه، معادل انگلیسی نداره یا فارسی. مضمونش این هستش که بدون مبنای قانونی نمیشد کسی را محاکمه کرد. خب این در مورد کانادا صادقه، در مورد ایالات متحده آمریکا هم البته صادقه. کسانی میگویند که خیلی خوب ما این حرکات رو انجام میدیم، اما چون قانون وجود ندارد از زیر بار مسئولیتی بر عهده‌مون هستش فرار میکنیم. بنده در این اقدام که آغاز کردم برای اون اصرار میبرزم و رو با جدیت جلو خواهم برد به اندازه وسعم و توانایی بیان. یک وقت 5 استدلال رو به کار بردم با استفاده از قانون پرچم کانادا با خواندن 5 جمله اصلی اون قانون و اون اصطلاحات رو خدمت شما اینجا توضیح خواهم داد. امروز یادم اومد که قبل از که شروع بکنم در یک از این تلویزیون ها خاطرم نیست کجا بودش که یک قطعه رو از شادروان فریدون فرخزاد من دیدم، قبلا هم دیده بودم و خیلی جالب بودش که ایشان می گفتن که گویا با جمعی از به اصطلاح روشن فکران صحبت می کردن. موضوع این بود است که خب حالا چی کار باید کرد؟ اونها گفتن که ما بیانیه صادر می کنیم، بیانیه سیاسی، و شادروان فریدون فرخزاد در پاسخ گفته بودن که نه، من بیانیه صادر نمی کنم، من یک تنه می جنگ. خب جنگ ایشان در اون کارهایی بود که ایشون در اون تخصص داشتن در حوزه هنر و به درستی هم تخصص داشتن، روحشون شاد. من پیش خودم فکر میکردم خیلی خوب، من هم پس مثل یک تنه کارامو انجام بدم تا حدی که میتوانم، چون واقعا بیانیه های سیاسی کمتر تونسته از بار را دوش این مردم بردارد. خب این نامه که خدمتش عرض کردم و همچنین توضیح دادم که اگر تا هفته دیگر گلوبن میل اگر رو انتشار نداد من رو برای داستان حالا مردد هستم یا برای داستان کل کشور میفرستم یا خطاب میفرستم به دفتر آقای وزیر امنیت ملی کانادا
و ازشان درخواست میکنم که ایشان بایست احترام پاسخ من رو بدن و اونها موظف هستن که پاسخ بدن و بنده این پاسخ رو نگه میدارم به عنوان سند تا در موارد که نیاز هست بتونیم با تکیه بر اون اقدامات رو برای دولت تسامحگر، دولت مماشات کننده به کار بگیریم. پنج بحث رو خدمت شما عرض میکنم. خواهش میکنم فقط تا اونجا که ممکن هست صبور باشید، چون جناب مهمانی تشریف ندارن و من بایستی یک سر صحبت بکنم، خسته کننده خواهد بود احتمالا و طبیعتا از روی متنم باید بخونم که شما بیشتر تمرکز داشته باشید. ببینید، بحث اول این استش که در جمله آغازین قانون پرچم میگوید که پرچم کانادا نماد وحدت کشور است. خب حالا استلالت بنده در این نامه های حقوقی به مقامات این هستش که اگر پرچم ملی کانادا، ایالات متحده امریکا یا حالا هر کجای دیگری، فرانسه، مثال سالت درس میکنم، اگر پرچم ملی کشور نماد وحدت است، کسانی که آگاهانه و آمدانه به اون پرچم توهین میکنن از این زاویه دید که هرگز اعتقادی به بحث وحدت ملی، هویت ملی و ارزش‌های ملی ندارند، آیا هنوز هم توهین به پرچم و سوزاندن پرچم رو میبایستی امری قانونی تلقی بکنی و اینکه قانون برای اون وجود ندارد؟ حساسیت موضوع دوستان گرامی وقتی بیشتر آشکار میشه برای شما و بنده این استش که کسانی که در کانادا پرچم رو آتش زدن با صراحت و روشنی اعلام کردن و گفتن که ما حماس هستیم، ما حزب الله هستیم و مرگ بر کانادا. یعنی اونها خواهان مرگ کانادایی ها شدن. اونها با بیشرمی کامل، با جسارت کامل، با پررویی کامل، به قول عادی کلمه، اونها اومدن جنایت تروریستی حماس در 7 اکتبر رو اومدن به عنوان یک عمل قانونی، حقوقی، انسانی و اخلاقی دارن ازش دفاع میکنن و معرفی میکنن. از همه بدتر، همین گروه ها در سخنرانیشون و مخصوصا من دیگر سخنرانی های شارلوت کیتس رو دنبال کردم که اینها بیان میکنن که حماس یک قهرمان است، یک قهرمان و یک گروه شجاع است که بسته همواره مورد ستایش دیگران قرار میکنه. در اون نامه، در این زیر استدلال من نوشتم که آقای در حال رئیس کشور، رئیس دولت کانادا، آیا این افرادی که با بیشرمی حماس رو یک گروه قهرمان میدانن و اقدامات جنایتکارانه اونها رو تقدیس میکنن و ارزش میگذارن، آیا اینها میتوانن به نوعی به وحدت ملی و منافع عمومی کشور کانادا احترام بگذارن؟ آیا اصلا امکان پذیر هست؟ یا اینکه اینها واقعا دسیسه چینان، به باور بنده جاسوسان و عروسک های دست نشانده حماس، حزب الله و حامیان حماس، مخصوصا حامی اصلی حماس و حزب الله هستند. بنابراین اینها دشمن این کشور هستند. لذا اگر حتی بیس قانونی، پایه قانونی برای برخورد با این افراد وجود نداشته باشد، طبیعتا دولت موظف هستش که در راستای وظایف خودش برای حفاظت از امنیت کشور و تمامیت کشور میبایست با اینها برخورد بکنه. این وظیفه دولت هستش و به هیچ عنوان این امکان نباید وجود داشته باشد که دولت از زیر بار مسئولیت بخواهد فرار بکنه. و خطاب به دادستان کل کشور کانادا این رو تاکید کردم که آقای دادستان، شما به عنوان حافظ امنیت کشور شما موظف هستی، باید شما حتما دستور بدی که به سرعت پلیس ملی یا دیگر سازمان های امنیتی درگیر این افراد رو به سرعت شناسایی کنن و اینها برن دادگاهی کنن، به دلیل اینکه اینها دارن امنیت کشور رو به خطر میاندازن. به خصوص اینکه خانم شارلوت کیتس یه چهره کاملا شناخته شده هستش
منظرش هم پلیس کانادا میدونه، مقامات امنیت کانادا هم میدونن و اینها میتونن به ایشون به صلاح ایشون رو تحت پیگرد قرار بدن و کسانی که با اینها هستن رو در واقع مجازات کنن. در واقع از اینها پرسیدن زیر این استدلال اول که اگر قانون ملی پرچم کانادا میگوید که پرچم نماد وحدت کشور است، این گروه های تروریستی هوادار حماس و حزب الله که زیر عنوان فلسطین میان خیابون ها را اشغال میکنن و این چنان شرماور و گستاخانه به گونه خبیثانه به پرچم ملی کشور که نماد این کشور است توهین میکنن و مرگ بر کانادا، مرگ بر کانادا ها میدن، عملی که اینجا اینها انجام میدن یک عمل مقایر با وحدت ملی است، بنابراین عملی کیفری، جزایی و جنایتکارانه هستش. حتی اگر پایه و بیس حقوقی هم برای این وجود نداشته باشد، دولت میتواند اینها را زیر عنوان کسانی که امنیت ملی کشور رو به خطر میاندازن میتونه محاکمه بکنه. برای من واقعا مایه تاسف هست که میبینم که نماینده وزیر امنیت ملی کانادا در پارلمان با صراحت میگوید که ما مخالفیم که اینها به عنوان گروه تروریستی اعلام میشوند. من عرضم این استش که شما به سیاست مماشات بیشتر دقت داشته باشید از سوی دولت کانادا. حتی ایشان از واژه پلی پالیتیکس بکنم استفاده کرد، گفتش که این سیاست دولت این استش که بخواد با اینها بازی بازی بشه بنابر ملاحظاتی که من نمیدونم ملاحظات چیست. استدلال دوم، قانون ملی پرچم کانادا در جمله دوم میگوید که پرچم کانادا نمایانگر اصل آزادی، دموکراسی، شجاعت و عدالت است که ملت بزرگ ما بر آن هویت خود را بنا نهاده است. من بایستی اینو کم بیشتر باز بکنم برای دوستانی که کانادایی نیستن یا هستن اما با این موضوع آشنایی ندارن. ببینید دوستان، کانادا از آغازی که شکل گرفته است زیر عنوان یک تایتل خاصی به نام The Idea of Canada، عقیده کانادا یا ایده کانادا، بزرگانی که در این کشور پایه های این کشور رو بنیانگذاری کردن، متفکران و فلاسفه‌ای که اومدن در واقع هستن کشور کانادا رو به کشوری مدافع آزادی، دموکراسی و چند فرهنگی تعریف کردن، مثل آقای لزل آرمور یکی از برجسته‌ها بود که بندم سعادت داشتم در کلاسهشون حضور پیدا کنم و ازشان یاد بگیرم، روحشون شاد. اینها میگفتن که یا میگویند که کانادا از چهار ارزش حمایت میکنه و این چهار ارزش رو جزو مشخصات ملی خودش اعلام میکنه: آزادی، دموکراسی، عدالت و شجاعت. Freedom, Democracy, Justice and Courage. اینی که ما در اسناد میخونیم. همین ارزش های چهارگانه کانادایی در جمله دوم قانون پرچم مورد تاکید قرار گرفت و گفته استش که پرچم کانادا نشانه آزادی، آزادی خواهی، دفاع از دموکراسی، عدالت جویی و عدالت محوری و شجاعت برای دفاع از این اصول هستش. بحثی که من داشتم در استدلالم خطاب به نخست وزیر کانادا و دیگران نستش که اگر قرار باشد آزادی یا دموکراسی اینها دارای ارزش جهان شمول باشند، یعنی یونیورسال باشند، خب این ارزش جهان شمول، این واژه ها و مفاهیم بسیار بسیار متعالی به این معناستش که همه مردمانی که در کشور زندگی می کنند میبایست از مواهب این ارزش ها برخوردار باشند و همه مردم به نوبه خودش مسئولیت دارند تا در پیشبرد این نوع ارزش های متعالی تمام تلاش خودش رو به کار بگیرند. بنابراین این که ما بگوییم که آزادی یعنی این که هرچی دلون میخواد بگوییم، آزادی یعنی این که بیام توی خیابان بگوییم مرگ بر کانادا، این که بیام در خیابان و آزادانه بگوییم که حماس قهرمان است و هرانچه که حماس انجام داد درسته است و شما که با ما موافق نیستید پس مرگ بر شما، اینها این موازه گروه های تروریستی مثل همین سامدون در کانادا، در باز رو عرض بکنم در سوئد، در آلمان، در فرانسه، در یه جای دیگه هم هستن. حالا من خاطرم نیست، شما میتونید به وبسایت شما مراجعه کنید.
مواضع اینها در واقع در حقیقت دشمنی و خصومت غیر قابل سازش با مفاهیم آزادی، دموکراسی، عدالت‌جویی و شجاعت هستش. مخصوصا که اینها انقدر ذلیل و درمانده هستند که حتی شهامت ندارن چه خوش رو باز بذارن، میپوشانن. از یه طرف میرن این ادارو مطرح میکنن که ما آرزوی شهادت داریم، از طرف دیگر انقدر زبون و ذلیل و درمانده و ترسو هستن که چهره خودش رو میپوشونن. حتی بین اینها مفاهیم شجاعت را به تخته کشیدن، به بازی گرفتن. ما اومدیم استدلال کردیم در ناممون، در حالا شاید بگم شکل از یک بیل، حالا حتی بیل که نه، یک لایه حقوقی باید بگم هستش، بعد این گفتیمش که در یه دولت این رو توضیح دادیم که این گونه اقدامات تروریستی هرگز به اون معنا نیستش که اونها دارن از مواهب آزادی بیان برخوردار میشن، پس هیچ جای توجیه برای این اقدامات وجود نداره. پس وقتی ما میگیم آزادی بیان ماستی مورد دفاع قرار بگیره، به این معنا نیستش که کسانی بیان در جامعه تخم تفرقه بیافکنن یا هیت لنگویج، جملات و کلمات تنفر آمیز علیه گروه یا گروه دیگری به کار بگیرن و خواهان مرگ هموطنان خودشون و شهروندان دیگر باشن. آیا اصلا آزادی بیان به این معناست که تروریست ها هر کار که میخوان انجام بدن و سعی کنن اقدامات خلاف انسانی خودشون رو بیان توجیه بکنن؟ آیا آزادی معنای دیگری به جز مهرورزی به هموطنان، به همشهریان، به هم نوعان معنای دیگری میتواند داشته باشد؟ پس چگونه اینها دارن تلاش میکنن تا آزادی رو زیر عنوان اشاعه افکار تروریستی توجیه بدهند و این گونه بیشرمانه و با چی میگن نیت پلید خودشون سعی بکنن از فضا استفاده بکنن و نماد ملی کشورانی پرچم رو به آتش بکشن؟ استدلال سوم من دیگه کوتاه عرض بکنم، باز یک جمله الان در چشمم خورد گفتم اینا خیلی مشروع توصیل من باید استدلال سوم بشم از نظرم خارج شده. من در اونجا نوشتم که آزادی یک امر یک جانبه نیست. آزادی همواره با اصل مسئولیت همراه است. آزادی در رابطه متقابل مهرورزی، احترام به یکدیگر و تلاش برای رهایی باور و اندیشه معنا و مفهوم پیدا میکنه. ما هرگز نمیتوانیم جمودات فکری، مذهبی، آینی، ایدئولوژیکی و غیره رو بیام تحت عنوان برخورداری از آزادی بیان توجیه بکنیم. اصلا امکان ندارد. هرگز نمی شود مفهوم زیبا و متعالی آزادی رو به کار برد برای اینکه بشن اقدامات تروریستی رو توجیه کرد و از اونها دفاع به عمل آورد. بنابراین ریاست دولت کانادا اگر وکلای کیفری می گویند که بیس جزایی برای برخورد با این افراد وجود ندارد، اما با تفاصیل گسترده که از این مفاهیم با خواندن قانون پرچم ملی کانادا ما مستفاد میکنیم، میگویم که این افراد خیانت به کشور میکنن و این وظیفه دولت هستش که این خائنان به میهن رو تحت پیگر قانون قرار بده. استدلال سوم، جمله سوم قانون پرچم میگوید که پرچم کانادا نماد همه شهروندان کانادایی هستش. شهروندی دوستان یعنی چی؟ شهروند کیست؟ شهروند به زبان ساده فردی هست که فردیت خود را، اصالت ماهوی خود را، یافتن خیشتن خیش را در صحنه اجتماعی از طریق توسل به فضایل اجتماعی به دست آورده است. فضایل اجتماعی چیا هستند؟ فضایل اجتماعی همون هایی هستند که قانون پرچم اونها رو بهش اشاره کرده است که داره بار معنایی بسیار بسیار سنگینی است. فضل اجتماعی یعنی آزاد باش، از آزادی دفاع بکنه و آزادی خواه باش. نه تنها آزاد هستی، بلکه بیا تمام تلاش خودتو به کار ببر تا دیگران که گرفتار جمودات فکری هستن اونام نجات پیدا بکن. آزادی، دموکراسی، عدالت خواهی،
و شجاعت اینها جزء فضایل اجتماعی هستند. بنابراین شهروند کسی است که ماهیت هویت خودش را زیر عنوان این نوع ارزش ها توانسته از توسعه بخشد. پس اساسا مفهوم شهروندی فقط به این معنا خواهد بود که شهروند کسی هستش که توانسته است عدالت خواه باشد، عدالت جو باشد، آزادی خواه باشد، دموکراتیک مسلک باشد و در اجرای عدالت بکوشد و در بیان افکار و اعتقادات و رفتار خودش شجاعت داشته باشد. شجاعت قانونی و شجاعت هنجاری، نه شجاعت ابلهانه که کارت بکشد و بزند به شکم یک انسان بیگناهی که فرزنده مرکز خریدار قدم میزنه. در واقع در این استدلال بنده این را توضیح دادم که آقای مسئولین کانادا، حالا هر کسی که هستش، شهروند اساسا کسی است که خیشتن خیش را در هویت ملی یافته است و در آن همگرا شده است. اساسا بنده نوعی نمیتوانم خودم را یک شهروند کانادا بنامم اگر هویتم را بر اساس معیارهایی که در این کشور جاری است، به ویژه همان ارزشهای ملی، تعریف کرده باشم. پس من اگر بخوام واجد دریافت واژه زیبای شهروند باشم، میبایستی از فضایلی که در جامعه به اونها احترام گذاشته میشد باعثی دفاع بکنم و اصلا خودم رو در پناه اونها بیام توضیح بدم، نه اینکه بیام از گروه های توریستی، از آدم کشان و از کسان مثل حماس، حزب الله و دیگران بیام دفاع بکنم. بنابراین نمیشود خود را شهروند نامید اما تروریسم رو هم توجیه کرد. پس اونهایی که میان، زمینی که کانادا به اونها پناه داده است، از اونها مراقبت به عمل بیاورد، میان این جسارت ها رو میکنن، اونها اساسا شهروند کانادا نیستن. پس اگر که بیس حقوقی برای برخورد به اونها وجود ندارد، اون فقدان بیس حقوقی برای به کسانی است که شهروند هستن. ولی اساسا این افراد، اینها واجد دریافت واژه شهروندی نیستن. پس دولت ناگزیر و ناچار هست و این وظیفه بر عهده‌اش محول شده است که بیاد و این افراد رو مورد پیگرد قانونی قرار بده. من دو استدلال دیگر رو مطرح میکنم و رفع زحمت میکنم. استدلال چهارم رو باز از همان قانون پرچم گرفتم که میگوید پرچم کانادا نماد افتخار به ملت بزرگ ما و حمایت از کسانی است که جان خود را برای آن فدا کردند. خب اگر که پرچم نماد افتخار است و حمایت از کسانی است که جان خود را برای شکلی این کشور از دست دادن، اون افراد هرگز و تحت هیچ شرایطی اجازه نخواهند داد تا دولت سیاست های مماشات در پیش بگیره و زیر عنوان اینکه فلم مصلحت نیست با صراحت بگوید که نه، ما نمیتونیم اینها رو به عنوان گروه های تروریستی اعلام بکنیم. خیلی عجیب هست، اصلا تناقض ذاتی در موازی دولت کانادا به وضوح مشخصه. خود دولت کانادا، وزارت امنیت ملی کانادا آمده است حماس و حزب الله رو به عنوان گروه های تروریستی به رسمیت شناخته است و آنها در لیست گروه های تروریستی قرار داده است. شما وارد وبسایت دولت کانادا بشید و تایپ کنید تروریست گروپس، شما لیست بلند بالایی از گروه های رو میبینید که اینها به عنوان تروریستی شناخته شدند. حالا چگونه هستش که کسانی به بی‌شرمی کامل بگویند که ما، بله ما حماس هستیم، ما حزب الله هستیم، ما پرچم ملی شما رو میسوزانیم علارغم اینکه شما ما پناه دادید، مهمان نوازی انجام دادید، و بعد دولت کانادا بگوید که نه، ما با اینها کار نمیتونیم بکنیم چون قانون وجود نداره. ولی قانون وجود داره. و خود وزارت امنیت ملی کانادا اعلام کرده است که اینها توریست هستن. حالا اگر که پنال کود وجود ندارد، به اون معنی نیستش دولت بیاد از انجام مسئله خودش بخواد تفره بره و گریزان باشه. بنابراین من نوشتم که در بحثم با مقامات کانادا این هستش که وقتی که میگویند که پرچم کانادا نماد افتخار این ملت بزرگ هست و کسانی که جانشون رو برای این کشور از دست دادن، ما باید دقت داشته باشیم که این جمله نشانگر در واقع ویژگی‌های هویت ملی این کشور هستش. پس دولت ناگزیر هستش که از هویت ملی دفاع به عمل بیاره. هویت ملی تنها سرمایه جاودانه‌ای است که در همه شرایط و در همه حال ما باید نسبت به اون
حساس باقی بمانیم و تحت هیچ شرایطی اجازه جسارت به اون را ندهیم. من اینجا از فرصت استفاده میکنم، در پرانتز به میهن دلبند خودم، به سرزمین مادری، ذهنم رو برمیگردانم. هویت ملی ما ایرانیان که اون افتخار میکنیم خود را اینا ایرانی مینامیم، در این کشور خودمون رو ایرانی کانادایی مینامیم، در امریکا ایرانی کانادایی مینامیم، اون هویت ملی رو ما مثل اونقدر روش حساس باشیم که تحت هیچ شرایطی به هیچ عنوان اجازه ندهیم که کسانی به اشکال مختلف زیر القاب فریبنده روشن فکری، صلح دوستی و غیره بیان موجبات آسیب های جدی به میهن ما رو وارد بسازد. برای من برمیان سر بحث اصلی خودم، ما نوشتیم به مقامات کانادایی و من دارم دنبال میکنم که به موجب قانون پرچم هیچ ملاحظه امنیتی، هیچ ملاحظه سیاسی، هیچ چیزی نمیتواند این نماد افتخار ملت بزرگ کانادا را مخدوش بکنه. هیچ ابایی و هیچ واهمه، هیچ رو در باسی نباید وجود داشته باشد. هیچ ترسی وجود ندارد از اینکه ممکن است گروه های مسلمان فرزن رأیشون برای دولت کم بشه یا از به لیبرال کرسیاش را دست بدن. برابری، مصلحت طلبی، سیاست مباشات، اینها تحت هیچ شرایطی جای نباید در این کشور داشته باشد. هموطنان عزیز من، بینندگان محترم، میبایستی به باور بنده با جدیت این موضوعات رو بیان با همدیگه تدوین بکنن، به اطلاع دولت برسونن، به اطلاع مقامات دولتی برسونن، با نماینده پارلمان تماس بگیرن و اونها رو مجاب بسازن، اونها رو تحت فشار قرار بدن که شما باید این کار بکنید و اگر شما این کار انجام ندید ما موضوع رو به رسانه ها میکشانیم و مانع از این میشیم که دولت بتواند به سیاست های مماشات خودش ادامه بده. و در نهایت پنجمین استدلال برآمده از جمله پنجم، جمله آخری در قانون پرچم هست که میگوید که پرچم کانادا رو میبایستی همه کانادایی ها نه تنها ارج بنهند، بلکه بسون رو برافرازن، به نمایش بگذارن، چرا که برافراشته شدن پرچم سمبولیست، الگویست برای تلاش در جهت حفاظت از منافع ملی و منافع عمومی. خب وقتی که ما میبینیم که پرچم نماد این وحدت ملی است، نماد ارزش ملی است، نماد هویت ملی است، که این باستی در همه حال برف داشته باشد و ما به آن افتخار نماییم و خود ما را در سایه اون پرچم تعریف بکنیم، همون گونه که الان بسیاری از هموطنان عزیزم خودشان را در زیر سایه پرچم جاودانه شیر و خورشید را عرض کنم تعریف میکنند، به این دلیل ما این کار انجام میدهیم که افتخار به پرچم ملی کمک میکند، راه را هموار میکند و باز میکند برای توسعه منافع ملی و منافع عمومی، یا the common good، خیر عمومی. پس اگر قانون پرچم با صراحت در آخرین فراز خود میگوید که پرچم میبایستی به نمایش گذاشته شود یا به اهتزاز درآید، به این دلیل که حالا به شکل ابزاری است برای توسعه منافع ملی و خیر عمومی، اونهایی که میخوان به منافع ملی و خیر عمومی آسیب برسونند تحت هیچ شرایطی نمیبایستی اینها تحمل بشن. اصلا نمیشود. کسانی که منافع حزب الله رو، کسانی که منافع حماس رو، در واقع هم منافع جمهوری اسلامی را بر منافع ملی کانادا ترجیح میدن، اونهایی که بهشون شهروند کانادایی داده شده است امروز و از مواهب این جامعه دارن برخوردار میشن و استفاده میکنن، اما در کارهاشون، در رفتارشون، در واقع نمایندگی میکنن منافع یک دشمن دیگری را یا دشمن انسانیت را، گروه های تروریستی را، اینها به باور منده واجد دریافت واژه جاسوس هستند و کلمه خیانت شاید ساده ترین، در این حال رساترین واژه باشد که ما بستیم برای اینها به کار بگیریم. اینها به این کشور دارن خیانت میکنن. خب شما در نظر بگیرید که مجازات خیانتکار به کشور چیست؟ حالا به هر جنبه از قانون که نگاه بکنید، مجازات کسی که کشور خیانت می کند به افکار عمومی، به منافع عمومی، به حیات ملی، به وحدت ملی، به هویت ملی خیانت می کند و در خدمت اجانب در می آید و قصد برهم زدن نظم قانونی کشور دارد، اون فرد می بایستی مجازات بشود. بنابراین نمی توان
زیر عنوان فقدان پنال کود گفتش خیلی خوب، اونهایی که پرچم کادر آتش زدن و با بیشرمی گفتن ما حزب الله هستیم، ما حماس هستیم، بس مرگ بر شما کانادایی ها. دولت کانادا نمیتونه در قبال اینها ساکت بشه، نظارگر بشه و دولت کانادا بایستی به اینها پاسخ بده. در آخرین جملاتی که من داشتم در اون نامه تأکید کردم که مشروعیت دولت فقط تا زمانی امکان پذیر هست که اون دولت در واقع بتواند وظایف اصلی خود را بر عهده بگیرد و انجام بدهد. و چه وظیفه مهمتر، حساستر و بالاتر از این وظیفه که دولت بتواند با کسانی که به این کشور خیانت میکنند و اساسا به آرمان انسانی خیانت میکنند برخورد. این کل ماجرایی که دوستان در این هفته من خواستم خدمت شما عرض بکنم. من قریب یک ماه در خدمت شما نخواهم بود چرا که مثل کارهای دیگری انجام میدم. در جلسه بعدی که خواهم بود در خدمت شما شاید 3 هفته یا 4 هفته دیگه سعی میکنم اون بحث پیشینی که آقای بهمانی فرمودن در خصوص اینکه چرا کسانی زیر عنوان روشن فکری به منافع ایران خیانت میکنن، علت و اجرای اون رو سعی میکنم از دید فلسفی خدمت شما عزیزان اینجا بتونم توضیح بدم. روز شما بخیر، شب شما بخیر، در هر کجا که هستید خوشحال میشم که نقطه نظرات شما رو دریافت بکنم. اگر ممکن است با ایمیل لطفا محبت کنید، اگرم که نیست که خب در همون کامنت ها من ها رو مطالعه میکنم. و خیلی خیلی پوزش میخوام از عزیزانی که محبت کرده بودن، من دیدم خیلی زیاد من رو شرمنده کردم، ولی من حقیقتا فرصت نکردم که اون کامنت ها رو یا پاسخ بگم. این کوتاهی از جانب من هست و امیدوارم که شما پوزش من رو بپذیرید. روز شما بخیر در هر کجا که هستید.